We now have in place ما برای عملی ساختن مأموریت جدید خود که همانا حمایت ثابت و مصمم در جهت آموزش‌دهی، کمک به نیروهای امنیتی افغان سر از ماه جنوری سال 2015 و افزایش دستاوردهای مشترک می باشد، همه آنچه را که نیاز داشتیم در دست داریم. کمک های مالی خود را با نیروهای ملی افغان ادامه و همکاری پایدار خود را توسعه خواهیم داد. نیروهای امنیتی افغان امسال با شکل گسترده و بدون حضور سربازان خارجی در نبرد با طالبان به تنهایی دست و پنجه نرم میکنند. بعد از سقوط طالبان در سال 2001، این اولین آزمون واقعی برای نیروهای افغان دانسته می شود. با وجود آن که نیروهای افغان شهرها، قریه ها و مراکز ولسوالی ها را تحت اداره خود دارند، اما میزان تلفات پلیس و سربازان اردو به گونه بی ثبات تزیید یافته است. طالبان نیز در ولایات استراتژیک بر تعداد از نقاط تسلط دوباره حاصل کردند. تعداد تلفات سربازان افغان در جنگ امسال با طالبان به بیش از 4600 سرباز می رسد که 5.6% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. من از 3400 سرباز ناتو که جانهای خود را ایثار کردند، بیش از 30,000 که زخمی شدند و بیش از 100,000 دیگری که بازنشستگان جنگند قدردانی میکنند. مردم ما قربانی بیشتر را متحمل شدند، چیزی که ما را یک جا میسازد، منافع مشترک ماست. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه گفت با وجود انکشافات در وضعیت امنیتی، افغانستان به ادامه حمایت بین المللی نیازمند میباشد. افغانستان یک کشور متفاوت است. افغانستان لانه دهشت افغانان نیست و آنها توانایی انجام حملات مانند حملات 11 سپتامبر را از دست دادند. اما نیاز به ادامه کمک شما را داریم. حدود 10,000 سرباز خارجی که اکثریت آن امریکایی ها خواهد بود، برای آموزش‌دهی و حمایت از نیروهای افغان بعد از ختم سال روان در افغانستان باقی خواهند ماند. و حدود 1,800 سرباز امریکایی در مبارزات ضد دهشت افغانی با نیروهای افغان سهیم خواهند بود.